خب تشکر. و برای دوستانی که زبان انگلیسیشون مثل من نم کشیده توضیح بدم که این ترانه یا موسیقی اعتراض به شکلی داستان کشته شدن یه دکتری هست که یک کلینیک زنان رو به صلاح مدیریت میکرد و اینو مسیحیان راستی، یعنی همین آیسایی که در عراق و سوریه هست، در اینجا وجود داره، ولی فقط مذهبشون یا دینشون فرق میکنه. اینا مسیحی هستن، اونا مسلمان هستن، هیچ فرقی با هم عملا نداره. از پشت پنجره آشپزخونه سر میز غذا این دکتر رو جلوی ازش با یه گوله میکشن و به ترانه سرا اینو وصف میکنه، این یک گلوله رو وصف میکنه به مارتین لوتر کینگ که با یه گلوله کشته میشه در به اصطلاح برمنگهم، و این هم یه شهری هست در ایالت نیویورک به نام بوفالو که این یک گلوله رو به هم به این شکل به هم دیگه ربط میده. و من فکر کردم این قطعه باشه که بتونه حداقل بخشی از صحبت های دوستمون عبدی رو کاور بکنه. تشکر از وقتی که در اختیارمون بود، در اختیارم بود. آرزوی سلامتی و سرفرازی برای همتون. میکروفون. خب خیلی ممنون سیاوش عزیز با موزیکای همیشه خوب. دوستان خسته نباشید، خیلی خوش آمدید. دوستان در نوبت هستن، دموکریتوس و اسرین عزیز. همینطور اگر دوستانی هستن که واقعا با تجربه صحبت‌های عبدی مایل هستن که سوالی بپرسن، حالا وقت خوبیه. اگه میخواین سوال بپرسین بعد از اسرین، لطفا نوبت بگیرین که بعد از اون، چون دلمون میخواد که عبدی عزیز حالا که اومدن تمام صحبتشون رو تمام و کمال برای ما انجام بدن، وقت دیگه میپردازیم به بقیه بحث. بنابراین بعد از عصرین میتونین نوبت بگیرین. بفرمایید دموکریتوس عزیز، اگر سوال دارین که 5 دقیقه میتونین نوبت بگیرین صحبت کنین. بفرمایید. مرسی. سلام دوستان، خسته نباشید و با تشکر از عبدی عزیز. راستش من یک کامنت کوتاهی دارم، فکر میکنم توی همین بحثی که میکنم شاید سوالام عبدی عزیز متوجه بشه، که مطمئنم متوجه میشه. ببینید، به نظر من امروز، خصوصا امروز با این شرایط و وضعیتی که یه تاریخ ما گذاشتیم به اصطلاح پیشرفت علوم و اینجور چیز هست، به نظر من خواست جدایی دین از دولت به نظر من یه خواست عقبگرده. این یه خواستی بود که 2300 سال پیش داده شد و من فکر میکنم این خواست الان نمیتونه مذهب و حتی از دولت جدا کنه. همونطور که عبدی عزیز اطلاع داره، مطمئنم اون موقع که حتی این خواسته هم داده شد، مذهب کنار نرفت، در واقع گذاشتنش تو حاشیه. و بعد الان تو همین اروپا که این خواسته داده شده، مذهب هم نقش اساسی و تعیین کننده ای داره توی حتی دولت ها، تو سیاست و از نظر اقتصادی یکی از قدرتمندترین به اصطلاح سرمایه های دنیاست. درسته میگن ظاهرا پاپ وزیر نیست یا دولتی نداره به عنوان دولت مذهبی، ولی نقش اساسی دارن اینا تو جامعه، تعیین میکنن، جهت میدن. حتی بعضی وقتا قدرت همین مذهب خصوصا تو اروپا بسیار از دولت بالاتره، نقش اساسی داره. نمیتونه امروز به نظر من خواست جدای مذهب از دولت مذهب رو بیرون نمیبره. به نظرم باید یه جنبشی باشه سراسری در سطح دنیا، چون به نظرم منطقه‌ای نیست، مذهب یه مسئله جهانی است. یه جنبشی باید را بیفته با
با مذهب و خرافات مبارزه کنه، نه اینکه خواست جدای مذهب از دولت باشه. این کافی نیست برای دنیای امروز. تازه خود مذهب به عنوان امر خصوصی الان اینجا جاش نیست من بحث کنم. تازه امر خصوصی هم معنی نداره. مذهب نمیتونه امر خصوصی آدم و شخصی آدم ها باشه. اصلا این خاصیت شخصی رو نداره. مذهب دخیله. زمانی با عنوان امر شخصی حساب میشه، من توی خونه اینو بارها میگم، ببندم اون اتاقا هیچ کس من نبینه، همین که یه بچه‌ام یا اطرافم من ببینن، تاثیر مذهبی خودم رو میذارم رو اونا. نمیتونه حتی به عنوان امر شخصی قلمدادش کرد. امروز دیگه گذشته این که ما خواست داریم. باید یه مبارزه نظری و شدید با مذهب و خرافات در سطح جهان پیش بیاد. به نظر من کافی نیست این جدای مذهب از دولت. باز مذهب رو نگه میداره، در واقع یه جوری دو مرتبه داره بهش مشروعیت میده، از در میندازتش بیرون، دو مرتبه از پنجره میاد تو. خاصیت مذهب اینه، صنعت مذهب اینه، صنعت چیزی به عنوان امر شخصی نیست، خصوصیه به یه باتی، مثل سرمایه‌داری است. صنعت مذهبه، قدرت زیادی هم تو سراسر جهان داره. اتفاقا دنیا رو به گند الان این کشیده. مانع پیشرفت بشر همینه. حتی به عنوان امر خصوصی هم به نظر من مضره. هر کی میتونه داشته باشه، ولی تو نگرش ما باید یه مبارزه شدیدی حتی به عنوان امر خصوصی، به عنوان خرافات باید باش به نظر مبارزه بشه. برها خیلی ممنون برفام گوش دارین، ببخشید من بیش از حد صحبت کردم. مرسی. با سلام مجدد به همه. من خب ببین، این بحثی که از همون تیترش اگه شروع چیز بکنیم، دقت بکنیم، جدایی دین از دولت آیا در خاورمیانه امکان پذیر است؟ آره خب دیدیم در خاورمیانه مثلا سالای قبل از این کودتا در ترکیه، برگردیم مثلا 1974-5-6 قبل از اون، مثلا دین از دولت جدا بود. و جدا از این، علی رغم این که مردم مذهبی بودن، یعنی به عنوان امر خصوصی مردم سنت و دین وجود داشت، ولی در دولت نقشی نداشت و دولت نه اسلامی بود نه غیر اسلامی نه مذهبی. خب و یا مثلا زمان شاه در ایران، یعنی شاه هم مسلمون بود و بقیه هم مسلمون بودن، منتها جامعه دولت مارکش آرمش شاهنشاهی بود، همه چیزش سلطنتی بود به اصطلاح، و با دین از دین جدا بود واقعیتش. منتها سوال من اینه، چطوریه که بر میگرد جامعه؟ مثلا مثلا چطوریه که یه دفعه اردوغان میاد و یا قبل از اون کودتا میشه و الان در ترکیه‌ای که اون دو مثلا دوران 1970 و اینا کاملا دین از دولت جدا بود، داره مثلا سعی میکنه به طرف یه دولت اسلامی بره و شدیدن هم اسلام اونجا مثلا نسبت به گذشته قوی شده، و یا همینطوری در ایران که خب خود بیشتر میدونیم چرا اینطوری شد. ولی این چه فاکتوریه که میتونه برگرده برای کشورهایی که زمانی تاریخچه‌ای دارن از اینکه دین از دولت جدا بوده ولی دوباره جامعه به عقب برمیگرده؟ اینو میخواستم یک کمی توضیح بدین. خیلی ممنون. مهرسا بفرمایید، شما نفری 5 دقیقه بعد از اون عبدی جان لطفا دستتون رو بالا بگیرید، یا بعد از مهرسا شما دیگه و پویان
کمی صحبت میکنن و شما به پاسخ به سوالا بپردازید. اگر دوستان بعد از دوستمون عبدی سوالی دارن یا کامنتی دارن میتونن نوبت بگیرن، ولی نوبتایی که همین الان گرفته میشه بعد از پویان و عبدی خواهد بود. همگی خیلی خوش آمدید دوستان، بفرمایید. علایف با سلام خدمت دوستان و تشکر از کسانی که در بحث شرکت میکنن، به خصوص دوستی که سخنران اصلی جلسه. عرض کنم من سوالم در این مورد بود که البته اصلی به خوبی توضیح داد که ما دیدیم در خاورمیانه اساسا جدای دین از سیاست امکان پذیر بوده شده و امروز ترکیه هنوز حکومتش، یعنی گاورمنتش، با وجودی که مذهبی است، مثل مثلا در آلمان که دموکرات مسیحی هست، در اینجا دموکرات مثلا مسلمان هست یه جوری، ولی باز قوانین جامعه بر اساس هیچ ربطی به قوانین دینی نداره در ترکیه، پس این عملا به وجود اومده. ولی مشکل من با صحبت‌های دوستمون این هست که ایشون میگن جدای دین از سیاست رو منوط میکنن به یک جور فردگرایی و اندیویدوالیزم. من نمیفهمم اندیویدوالیزم که شما میگید هر کسی چی به خودشو بپاد و منافع خودشو در نظر بگیری، چطور میتونه دین رو از سیاست جدا بکنه؟ ممکنه یه حکومتی باشه که توش حکومت دینی خودش بر مردم خوب باشه، مثلا در سعودی پولی که میاد از نفت پخش میشه بین رؤسای قبایل و اونا پخش میکنن به افراد که زیر دستشون، و این حالشون خوبه و حالشون خوبه، در این حالی که هر حرکتی لازمه حرکت گروهی است، جمعی است. اگر قرار باشه حرکتی بشه بر ضد دین سیاسی، لزوماً این حرکت گروهی خواهد بود. چطور میشه افرادی که فقط به فکر جیب خودشون هستن، به فکر جامعه خودشون نیستن، بتونن اصلا احتیاج احساس کنن که دین از سیاست جدا بکنن؟ تنها کسانی در این حرکت میتونن شرکت کنن که گروهی عمل کنن، به فکر جامعه باشن نه به فکر افراد. این حرف این دوستمون بیشتر منو یاد صحبت‌های مارگارت تاچر میندازه که میگفت جامعه وجود نداره، جامعه مجموعی از افراده، همین افراد هستن که وجود دارن. و این با صحبتی که شون رجوع لیبرالیزم میکنن اینا به نظر من بیشتر میکنه در واقع با نئولیبرالیزم. همین سوال من این هست که شما وقتی مسائل از دیدگاه فردگرایانه میبینید اصلا حرکتی ایجاد نمیشه، چون هر کسی فکر جیب خودش. بفرمایید میکروفون هست. دوستان عزیز با سلام و خسته نباشید، اگه صدای منو داری ممنون. من دوستان سوال ندارم از دوستمون عبدی در مورد مسائلی که ممنون در مورد مسائلی که صحبت کردن، به یکی دو نکته فقط میخوام نظر خودم رو بگم، به همین دلیل چون سوال ندارم الان میکرو من رها میکنم تا دوستمون ادامه صحبتاش رو ادامه بده. در پایان صحبتاش من یکی دو مورد نظر خودم رو میخوام بگم. ممنون، میکرو رها میکنم. بسیار خب، خیلی ممنون مهرسای عزیز، خوشحالیم که صداتون درست شده. با درود و سلام به دوستان، خسته نباشید دوستان. اگر مایلین به سایت گفتمان اون لینک بالا کلیک کنین، میتونین اسلایدایی که عبدی عزیز گذاشتن برای اینکه اینجا ارائه بدن نگاه کنین، شاید با دیدن اونا بهتر مطالب براتون روشن‌تر باشه. پس من میکروفون رو در اختیار دوستمون پویان و عبدی میذارم تا صحبت رو ادامه بدن. بفرمایید. با سلام مجدد، امیدوارم که صدای من باشه. با تشکر از رفیقمون عبدی، من راستش چند دقیقه که بحث میکنم سعی میکنم سوالی که کردم رو
برحال از نقطه نظر خودم بیشتر باز بکنم. ببینین، سوال من به این صورت بود که اصولا سکولاریسم به عنوان بخشی از پروژه روشنگری در رابطه با مدرنیته مطرح میشه، یعنی به هر حال زمینه های اجتماعی در رابطه با تغییر مناسبات جامعه است که در واقع شکل میگیره و به عنوان یک عامل اجتماعی عمل میکنه. یعنی این عامل اجتماعی در راستای حرکت تاریخ است و از اینجاست که در واقع شرایطی که در اون موقع وجود داشته و این شرایط طبیعتاً عامل مذهب به عنوان دخالتگر اجتماعی مثل سنن، مثل تمام عواملی که به طور مستقیم در جوامع ما قبل سرمایه‌داری عمل می‌کرده، نقش ایدئولوژیک خودش رو ایفا می‌کرده و طبیعتاً نقش سیاسی خودش رو در ادغام با مناسبات موجود عمل می‌کرده. ولی با رشد سرمایه‌داری طبیعتاً این نقش باید به عهده سرمایه گذاشته بشه، یعنی هرچی مناسبات سرمایه داری در حال رشد هست باید این نقش کاهش پیدا بکنه. یعنی این پروسه رو شما در کلیت خودش در نظر بگیرین، این در واقع این عمل کرد هم در رابطه با دولت‌های سکولار در رابطه با نقش سرمایه عمل میکنه، هم از نظر اجتماعی یعنی مدرنیته به معنی زمینی کردن در واقع این نقش رو. اونجایی که به نظر من مسئله فردیت مطرح میشه، این فردیت طبیعتا این نقش رو، این نقش به تو رو در تمام حیطه ها با تعریفی که سرمایه داری از فرد میکنه، این رو به عهده فرد میذاره و این نقش خب در اون حیطه چارچوبی که داره شکل میگیره، یک یعنی شما فرد رو در مقابل قبیله در نظر بگیرید، در مقابل قوانینی که فئودالیسم اعمال میکنه در نظر بگیرید، این نقش یک نقش مثبت بازی میکنه. حالا این از نظر تاریخی، یعنی ما یک پدیده تاریخی رو داریم بررسی میکنیم که این پدیده تاریخی در حال تحوله. این پدیده تاریخی در واقع رسالت خاص خودش رو در اون شرایط بازی میکنه. ولی مسئله ای که امروزه داره صورت میگیره، امروزه جهان سرمایه‌داری در واقع عامل مذهب رو عمدتا به عنوان یک پدیده سیاسی ازش استفاده میکنه. یعنی سرمایه‌داری در رابطه با امر روشنگری، خود سرمایه‌داری بود که در واقع مسئله روشنگری رو جلوش رو سد میکنه، خود سرمایه‌داری بود که در واقع با بازگشتش به مذهب و استفاده کردن از مذهب در کلیت خودش، در واقع اون رو به یک عامل دیگه ایدئولوژیک تبدیل میکنه که جامعه رو کنترل بکنه. و خب طبیعتاً به علت شرایطی رو هم که ایجاد میکنه از نظر اجتماعی، یعنی انسان ها وقتی که نمایندگی نمیشن از طرف ساختارهای اجتماعی، طبیعتا عامل مذهب یکی از عواملی هست که عوامل سازمان دهنده است و این عامل سازمان دهنده طبیعتا سرمایه هم از این عامل استفاده میکنه برای پیشبرد عوامرش. در جوامعی مثل ایران یا خاورمیانه عمدتا اگر دقت بکنیم، سرمایه‌داری دقیقاً در، یعنی سرمایه‌داری به عنوان یک رابطه اجتماعی در بعد از سالهای اواخر، یعنی اواسط قرن بیستم است که شکل میگیره. یعنی هنوز مناسبات اجتماعی پذیرش در واقع این چنین حاکمیت هایی رو داره، یعنی اون چیزی که در غرب تحت نام در واقع خطکشی یا میتونیم بگیم در واقع مبارزه با مذهب در حیطه فلسفی انجام شده، در اینجا انجام نمیشه. یعنی به نظر من هگل آخرین فیلسوفی هست که سعی میکنه این دو فلسفه و مذهب رو به هم آشتی بده و وقتی که در واقع به این فیلسوف برخورد میشه که این عمل انجام شدنی نیست و کسای مثل فوئرباخ و مارکس عمدتاً تا
در این زمینه اون رو نقد میکنن، در واقع نقد مذهب در این پروسه تاریخی در واقع انجام شده، به عنوان یک پروسه تاریخی، به عنوان یک پروسه روشنگری انجام شد. ولی این در شرق انجام نمیشه و پذیرش داره. یعنی تحولاتی که در شرق انجام میشه، این برمیگرده به سوالاتی که فکر کنم عصرین عزیز و علایف کردن، اینکه عمدتا پروسه مدرنیته در شرق این پروسه از بالا انجام میشه، یعنی دولت‌هایی به روی کار میان که این دولت‌های سیاسی هستن، نه از پروسه تکامل اجتماعی و اقتصادی. و خب طبیعتاً عوامل در درون این جوامع میمونه. شما مثلا مثال ترکیه رو در نظر بگیرید. آتاتورک که به روی کار میاد و یک پروژه مدرنیته رو در ترکیه پیاده میکنه، بخشای عظیمی از ترکیه هنوز اون مناسبات گذشته درشون میمونه، ولی با رشد سرمایه‌داری این مناسبات وقتی که رشد میکنن، در واقع در یک شکل خاص خودشون به شکل در واقع حاکمیت اردوان خودشون رو نشون میدن. یعنی نشون میده که هنوز جامعه با این مسئله خط‌کشی نکرده و توی این پروسه است که در واقع به عنوان تلاش خودش برای بیان اون چیزایی که در خودش داره کسانی مثل اردوان روی کار میاد. ولی این مسئله هم میگم بازم در یک پروسه در حال تحوله، یعنی این در حال تحول بودن به نظر من باید تمام این پروسه تغییر در جهان رو در یک رابطه با هم دید، و این رابطه با هم دیدن طبیعتا امروزه سرمایه دارید از یک طرف به علت اینکه به نظر من توان ایدئولوژیک رو، یعنی توان ایدئولوژیک که سرمایه بخواد به طور مشخص انجام بده، این کاهش پیدا کرده به علت شرایط نابسامانی، فقر، همه چیزی دیگه به وجود آورده، طبیعتاً از عوامل دیگه سیاسی میخواد استفاده بکنه. ولی جریانات اجتماعی که شکل گرفتن، و این جریانات اجتماعی عمدتاً در مضمون خودشون شرایط نوین رو از یک طرف به نوعی مسائلی از گذشته در درون خودشون دارن، تاریخ گذشته رو دارن، از یک طرف خب طبیعتاً با همه چیز خط‌کشی نکردن. هنوز ما این دوگانگی رو می‌بینیم که وجود داره، و این دوگانگی امروزه به طور سمبولیک اینجا و اونجا خودشون نشون میده به نظر من. یعنی وجود جریاناتی مثل داعش و اینا آخرین حرکتی هستن از این نوع حرکت. من داعش رو به عنوان یک جریان که ریشه های اجتماعی داره میبینم، یک توطئه نمیبینم. اینکه از نظر سیاسی در دست یه عده قرار میگیره و به قول معروف بهره‌وری های سیاسی ازش میکنن، اون مسئله دیگه است. ولی زمین های اجتماعی هنوز وجود داره، و این در واقع تصویه ای هست که در این شرایط باید با این تفکر در کلیت خودش بشه. یعنی به طور کلی فقط این رو به این مسئله اضافه میکنم، اینکه اصولا اون چیزی که امروزه سرمایه‌داری به عنوان، یعنی اگه از دید هگلی هم حتی ما نگاه بکنیم، ما با منطق سرمایه روبرو هستیم، با ایدئولوژی سرمایه روبرو هستیم و ایدئولوژی مذهب. یعنی هگل میگه هر جایی که این دو ایدئولوژی در مقابل هم قرار میگیره، اون ایدئولوژی که در واقع غالبه، اون ایدئولوژی که مناسبات اجتماعی رو کنترل میکنه، طبیعتاً اون ایدئولوژی به عنوان ایدئولوژی غالب عمل میکنه. یعنی این حداقل از دیدگاه هگل به این صورت توضیح داده میشه. امیدوارم که تونسته باشم این مسئله رو تا اونجایی که تونستم باز کرده باشم. با تشکر. بله، خیلی ممنون از شما. امیدوارم صدای من بیادش، اگر زیاده بفرمایید کمش کنم. و عرض ادب خدمت جناب عبدی جوادزاده، و من هومپیج شما رو هم خوندم، خدمت رو عرض کنم که البته خیلی سریع و زحمت زیادی کشیدن ایشون و تحقیقات خیلی خوبی کردن. متاسفانه طبق معمول سنواتی ما از استرالیا که اون میشیم، ما
متاسفانه قسمت خیلی خوب سخنرانی ها رو از دست میدیم طبق معمول سنباتی، چون ساعت تقریبا 6 صبح اینجاست، 5 صبح اولین چیزی هم که میبینیم. خدمت رو عرض کنم که من اون نوشته های شما رو خوندم، نه یه نتایجی که اونجا گرفتم، اولا که تشویق خواستم بکنم سرکار خانم پرواز رو که از این میدیا پل و هر صدای شما قطع شد، لطفا میکروفون رو دو مرتبه بگیرین. اوکی، خدمت رو عرض کنم که الان امیدوارم صدای من بیاد، چون دکمه کنترل گرفتم. سریع خدمت رو عرض کنم، نظرم میگم، وقت اتاق رو نمیگیرم. از سایت میدیا پل در اینجا من یه درخواستی کردم خانم پرواز، نه اینکه بخوام بگم اونو پخش کنید، ولی چون در رابطه با موضوع بحث هستش، در سایت یوتیوب میبینیم ده ها ویدیو در رابطه، فرض کنید، جدایی فقط دین از دولت اگر به فارسی تایپ بشه میبینیم که نتیجه میاره. یکیشو من به عنوان مثال اینجا فقط تقاضا کردم که از این سرویس میدیا به حساب میدیا پل برای اتاق استفاده کنیم، بعضی موقع کمک میکنه. در رابطه با سوال جناب عبدی عزیز، خواهش میکنم توجه بفرمایید که اگر این سوال رو از بنده جناب عبدی کرده بودید به عنوان یک استاد، من جواب میدادم که جدایی دین از دولت نه تنها در خاورمیانه امکان پذیر است، بلکه در سراسر دنیا جدایی دین از دولت امکان پذیر است. بستگی به این داره که ما ایندکسمون بر حسب کشورها باشه و جدولی داشته باشیم که یا به طور الفبا یا به طور این که پلن نسبی در رابطه با هر کشوری این اتفاق خواهد افتاد و در تاریخ‌های مختلف و در رابطه با تمام ادیان هستش. حالا چطوری؟ یک قدم هم حتی میشه جلوتر برداشت و گفت نه تنها جدایی دین از دولت در طویل مدت اتفاق خواهد افتاد، بلکه اصولاً دین مانند دیوار برلین روزی فرو خواهد ریخت در طویل مدت. نظر شما چیه؟ سپاسگزارم از شما. مرسی دوستان. من از این سوال آخر دوستان فریبرز شروع میکنم، سوال یا نظری که دادن، که گفتن که نه تنها در خاورمیانه امکان پذیر است که جدایی دین از دولت بشه، بلکه در سراسر دنیا. این که همه میدونن، خب توی سراسر دنیا همچین چیزی شده، یعنی بیشتر کشورهایی که من حداقل ازشون خبر دارم، رسما ما 198 تا کشور داریم رسما، که من فهم میکنم فقط یه بازم رسما تنها کشوری که توی قانون اساسیش این دوتا رو از هم جدا نمیکنه فعلا ایرانه فقط، یعنی حتی عربستان سعودی هم تو قانون اساسیش جدا میکنه. ولی حالا گذشته از این حرف، ولی مهمتر از این مسئله اینی که دوستمون فریبرز گفتش که در دراز مدت اصولا دین فرو خواهد ریخت. من این سوال رو یه جوری جواب میدم که حتی برگرده به صحبتی که دوستمون دموکراتوس کرد و بعضی از دوستای دیگه هم در همین رابطه یه صحبتی کردن، و اون اینه که یعنی برخورد با دین چجوری خواهد بود. من فهم کنم یه چیزی رو که نمیشه به این سادگی گفت، یعنی اینی که مثل از بین رفتن مذهب، کسایی که معتقدن مذهب حتما، دین حتما از بین خواهد رفت، من فهم کنم همه فاکتورهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره رو در نظر نمیگیرم. من واقعا از ته دلم خیلی دلم میخواست که بتونم به همین سادگی
نه نمیگم این تفکر ساده است، دارم میگم متدولوژی ساده است. به همین سادگی بگم مذهب از بین خواهد رفت، یا به همین سادگی بگم نجات پرستی از بین خواهد رفت، یا به همین سادگی بگم مثلا عدم عدالت اجتماعی از بین خواهد رفت یا فقر از بین خواهد رفت. من فکر میکنم این پدیده های اجتماعی رو نمیتونیم به این شکل که مثلا ریاضی یا فیزیک یا حتی علم طبیعی بتونیم نقد بزنیم، چون خیلی فاکتورها درون این مسئله هستش که لزوما این کارو نمیکنه. میشه اینو گفتش که یا میتونه از بین بره یا میتونه بدتر شه. من یعنی اینو میشه گفت، منتها اینی که از بین خواهد رفت و واقعا مطمئن نیستم. شاید یعنی واقعا امیدوار بودم که میتونستم به این شکلی این مسئله رو مطرح کنم که از بین خواهد رفت. این هم همه بستگی به این داره که چه آلترناتیوی در مقابل مذهب باشه. یعنی این الان من برمیگردم به اون صحبتی که دوستمون دموکراتوس کرد، اینی که مذهب، این جدایی دین از دولت خیلی وقت پیش مطرح شده و اینی که ولی جامعه به عقب برگشت و غیره. یعنی این چیزا رو بازم دو تا پدیده رو با هم دیگه قاطی کردنه. یک پدیده اینی که اشخاص چقدر مذهبی هن، یعنی فرد چقدر مذهبیه. یک پدیده اینی که آیا جدایی دین از دولت که یک آگاهی سیاسیه. ببینید دوستان، اینو خیلی این من فکر می‌کنم خیلی ظریفه. این آگاهی سیاسی که دولت باید از مذهب جدا باشه لزوما ربطی به این نداره که شما شخصا آدم مذهبی هستین. من اینو یه بار دیگه تکرار میکنم. ببینید وقتی که از دل اروپا بحث سکولاریسم در اومد، کسایی این بحث رو کردن که از همه اشخاص دیگه توی جامعه مذهبی تر بودن، نه از همه اشخاص دیگه تو جامعه کمتر مذهبی تر بودن. یعنی این بحث از دل مذهبی ها در اومد و جالبیش اینه که به اون آگاهی سیاسی رسیدن که گفتن دولت باید از مذهب جدا باشه. اگه بخواد مسئله مذهبی باشه که خب خود مذهبی ها هیچ وقت طبق صحبت هایی که شما میکنین خود مذهبی ها هیچ وقت نباید معتقد به این بشن. منتها اگه برین به تاریخ اروپا و آمریکا نگاه بکنین، اتفاقا کسایی یعنی ایوانجلیست ها، ایوانجلیست یا ایوانجلیکال کسایی هستن که رادیکال ترین معتقدان به مذهب توی یعنی امروزش هم تو آمریکا اینطوریه، یعنی بنیادگرین ترین مذهبی های جامعه هستن. اتفاقا توی آمریکا بحث جدایی از دین از طریق ایوانجلیست ها مطرح شد، یعنی قرن 18. یعنی اون کسایی که از همه مذهبی تر بودن رفتن به دولت گفتن، نه که رفتن مشخصا به دولت گفتن، ولی طی بحثایی که با مدیسون و جفرسون و اون کسایی که داشتن قانون اساسی رو می نوشتن مطرح کردن که ما دلمون نمیخواد که شما تو مسائل پرستشی ما دخالت کنین. یعنی من نمیگم مدیسون و جفرسون و غیره مخالف بودن با این بحث، اونا هم موافق بودن با این بحث، منتها مسئله اینه که این پدیده از کجا در اومد. شاید یه مثال خوبش برای ایران، حالا که آشنایی داریم با ایران، یه آدمی مثل سروش باشه، یعنی همین عبدالکریم سروش. عبدالکریم سروش یه آدم بسیار بسیار مذهبیه، یعنی اگه حالا به حرفاش گوش کرده باشین یا مطالبش رو خونده باشین یا هر چی شنیده باشین، ولی این آدم به اون درک سیاسی رسیده که میگه حیطه مذهبی مسئله شخصی است و ربطی به دولت نداره و خود شخص باید به خودی خود به این نقطه برسه که این به این نقطه برسه که دولت باید از دین جدا باشه. من فکر میکنم یه کدی هم ازش دارم اگه بتونم پیداش کنم، حالا شاید هم تو حوصله شما نباشه، اینجا دارم تو به انگلیسی، ولی مطرح میکنه که کسایی یعنی مذهب رو باید از دانش مذهبی جدا کرد و معتقده که اعتقاد داشتن، یعنی باور داشتن، ایمان داشتن نمیتونه زوری باشه. کی میتونه بگه باید ایمان داشتن زوری باشه؟ دولت. و معتقده که باید این دوتا از همدیگه جدا باشن دیگه. از شما من فکر نمیکنم از درجه مذهبی، یعنی ما بگیم یک تا
تا 100. یک آدمی است که مذهبی نیست، 100 آدمی است که خیلی مذهبیه. اگه برین مذهبی بودن سروش رو نقد بزنین میبینین که خیلی آدم مذهبی، یعنی 100 امتیازش. ولی همین آدم بحث میکنه که دولت باید از دین جدا باشه. یعنی بحثمون، من همون چیزی که دوستمون دموکراتوس گفت، یعنی باید این دوتا پدیده رو از همدیگه جدا کرد که آدم مذهبی همون آدمی نیست که معتقده باید دولتش مذهبی باشه. اتفاقا این بحث بیشتر از دل کسایی در اومد که مذهبی هستن. بعدم یه نکته‌ای که من نوشتم اینجا، نکته اشاره شد که از طریق دوستمون نسرین که جامعه چطوری برمیگرده به عقب، یعنی ما دوران شاه یا مثلا قبلا تو ترکیه یا ممکنه کشورهای دیگه دولت‌های سکولار سر کار بودن ولی الان دولت‌های مذهبی سر کارن. ببینید این فکر کنم به دو شکل و با دو تا جواب موجه میشه به این پدیده برخورد کرد. یک، این که این منطق ارسطوییه که ما فکر کنیم جوامع دارن یک خط مستقیمی رو طی میکنن، یعنی گذشت زمان مساوی است با پیشرفت. اساسا دوستان، رفقا، شنوندگان، اصلا یه همچین فرمولی توی جامعه نمیشه نشون داد که گذشت زمان مساوی است با پیشرفت. یعنی این یه فرمول متافیزیکیه که حالا ما بعضی وقتا چون ساده تره، بعضی وقتا چون فهم کنیم علم و غیره و غیره بهش معتقد میشیم، ولی یه همچین فرمولی توی علم اجتماع وجود نداره. واسه همینم به قولی، من این اگه بتونم به انگلیسی ترجمه کنم یا فارسی بگم، اینی که علم اجتماع انباشته شدنی نیست، یا کلن انباشته شدنی نیست. به این فقط به این دلیل که ما امروز به این جنبندی میرسیم که مثلا نجات پرستی باید از بین بره، که این میشه یه علم اجتماعی. خیلی خوب است که نجات پرستی وجود نداشته باشد و باید از بین بره و غیره. این نیستش که 50 سال دیگه نجات پرستی بر نمیگرده سر جاش. بستگی به اون عوامل اجتماعی، به اون عوامل سیاسی، به اون عوامل اقتصادی جامعه داره. بنابراین خیلی راحت بگم، مثلا شما میتونین یه کشوری مثل آمریکا مثلا میتونه توی یه پروسه 30 ساله، اینو فرض کنیم، یه پروسه 30 ساله خیلی هم پیشرفت بکنه و به یه نقاط، یه دستاوردهایی برسه. یعنی مردم حرکت اجتماعی داشته باشن، حرکت سیاسی داشته باشن، یه سری حقوقای خودشونو بیشتر کنن یا بگیرن و غیره و این حرکت ها رو بکنه. بعد اون میتونه یه رئیس جمهور یا یه دولت بیاد سر کار، اساساً کل این حقوقا رو از بین ببره و پس بگیره از مردم. درست همون چیزی که تو دنیا در رابطه با نئولیبرالیسم شد. دنیای به اصطلاح مدرن و فرا مدرن یه سود 100 120 سال حرکت سیاسی مشخص کرد برای به دست آوردن حقوق خودش. ولی پدیده نئولیبرالیسم یعنی پدیده سیاسی اقتصادی نئولیبرالیسم، یعنی یک شیوه دیگه تولیدی، یک شیوه دیگه توزیعی تونست توی این 35 سال اخیر تقریبا تمام اون دستاوردها رو پس بگیره. اگه ما داشتیم همین جوری پیش می‌رفتیم، پس چجوری میشه که مردم امروز تو جامعه، تو دنیا حقوق اجتماعی و سیاسی کمتری داشته باشن در مقایسه با مثلا 60 سال پیش؟ اگه ما فکر کنیم همینجوری ما داریم به جلو پیش میریم و اجتماع روی یک خط مستقیم داره حرکت میکنه، خب داشتم اینو میگفتم که میخواستم نتیجه بگیرم که لزوماً پیشرفت زمان مساوی با پیشرفت نیست توی حیطه‌های مختلف. اینم داشتم میگفتم در این حال که اگر مثلا دوران شاه این وجود داشت که مثلا دولت شاه سکولار بود و دین رو از دولت جدا می کرد، این مهم نیست. مهم اینه که جامعه، یعنی اشخاصی که توی اون جامعه دارن زندگی می کنن، ارزش های اون جامعه آیا به این نتیجه گیری رسیده یا نه. ما اتفاقا توی انقلاب 1979، یعنی 35-6 سال پیش، اتفاقا مردم ایران نشون دادن که هنوز به این درک نرسیدن. یعنی این درکی که من امروز میگم عمدتاً رسیدیم،
هنوز به این درک اون موقع نرسیده بودن که دین باید از دولت جدا بشه. ولی من فکر میکنم باز بر مبنای اون فعل و انفعالاتی که توضیح دادم توی این بحث، من فکر میکنم الان نه تنها، نمیگم من فقط مردم ایران رسیدن، اونم به یه شکل کلی، فکر میکنم مردم خاورمیانه بازم به یه شکل کلی، چون نمونه هاش هست، به یه شکل کلی به این جنبندی رسیدن. بنابراین جامعه به این دو شکل میشه نشون دادش که چجوریه که ما 35 سال پیش 40 سال پیش دولت سکولار داشتیم ولی امروز نداریم، یعنی به اون دو تا دلیلی که گفتم. و میشه و صحبتی قبلش هم که کردم اینه که باور مذهبی لزوماً، یعنی مذهبی بودن انسان‌ها لزوماً این نیستش که دولت رو هم، لزوماً این نیستش که دولت رو هم تشخیص میدن، چون یکیش سیاسیه یکیش اجتماعی. من یه مثال دیگه فقط میخوام بزنم خیلی سریع، بعد بپردازیم به صحبت‌های دیگه و قطع میکنم. ببینید دهه 30 و 40، یعنی 1930 40 قرن 20، بعد اینکه صنعت بورژوازی و سرمایه‌داری شروع کرد پیشرفت کردن، تولیدات عجیب غریب کردن و به اصطلاح مدرنیسم شد و تمام دنیای غرب رو در بر گرفت و غیره و غیره، و مردم کمتر و کمتر مذهبی شدن، یه سری از جامعه شناسایی که از یه سری از آدمای به خصوص تو غرب، یعنی توی کشورهای اروپایی و آمریکا مشخصا، بحث شروع کردن این بحث رو که هرچی جامعه علم توش بیشتر پیش بره مذهب بیشتر کنار گذاشته میشه، نه دولت مذهبی ها، مذهب مردمی، یعنی آدمای متدین. این بحث رو کردن و دهه 30 و 40 هم گفتن چه بحث درستیه. حالا که نگاه میکنیم دور و برمون رو میبینیم هرچی که علم بیشتر پیشرفت کرده مذهب کمتر شده و غیره و غیره. 60-70 سال گذشت یا 40-50 سال گذشت، ما رسیدیم به اوائل دهه 80. یعنی اگر نگاه بکنین رشد نیروهای مذهبی توی آمریکا و مذهبیون تو آمریکا دوباره از دهه 80، یعنی اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80 دوباره شروع کرد بیشتر و بیشتر شدن. و ما وقتی به دهه 80 و 90 میرسیم میبینیم که هی مذهبی های آمریکا دارن بیشتر و بیشتر میشن. یعنی تا اونجایی که ایوانجلیکالای آمریکایی، یعنی این کلیساهای ایوانجلیکال آخر دهه 90، یعنی 97 98 اعلام کردن که ما یه چیزی بین 60 تا 70 میلیون آدم سازماندهی شده داریم. جمعیت آمریکا اون موقع 270 80 میلیون بود. یعنی از این 270 80 میلیون میگفتن ما 60 تا 70 میلیون آدم سازماندهی شده داریم. این آدما چرا، یعنی چرا یهو آمریکا شروع کرد مذهبی شدن؟ به این دلیلی که من، یعنی به اون تعریفی که من کردم چند دقیقه پیش، آدمهایی مذهبی میشن که از طریق سیاسی و اقتصادی نمایندگی نمیشن. این پدیده فرق میکنه با اون درک سیاسی که من دینم باید از مذهب از دولتم جدا باشه. بازم من دارم اینو تاکید میکنم، باید این دوتا پدیده رو فهمید. ببینید کسایی که اعلام میکنن امروز باید با مذهب برخورد شدید کرد، روی اون یکی روی سکه همون آدمایی هستن که میگن مذهب باید خود فرمایی کنه. یعنی این دوتا زیاد، من فکر نمیکنم با این دوتا بحث زیاد با همدیگه فرق نمیکنن، چون تو جفتشون زور هست. یه مثالی رو من بزنم، شاید دوستان فکر نکنن این مثال ربطی داره. تو یکی از کلاسایی که من داشتم درس میدادم، داشتیم راجع به تبعیض نژادی و غیره و غیره صحبت میکردیم. یکی از دانشجوهای من که یه مقدار مسنتر از دانشجوهای دیگه بود، گفتش که من یه راه حل خیلی خوب اجتماعی دارم برای بردن پدیده تبعیض نژادی و نژاد پرستی. خب همه گفتیم خب چیه، بگو نظر تو. گفتش که دولت باید مجبور کنه که سیاها و سفیدا و قهوه‌ای ها و همه اشخاص با پوست‌های متفاوت و با نژادهای متفاوت و اینا با همدیگه ازدواج کنن، نتیجه ازدواجشون بشه یه سری بچه‌های رنگی که این بچه‌های رنگی دیگه نتونن تشخیص بدن کی سفیده کی سیاست. بعد خب تو تئوری این خیلی جالب و خنده‌دار و غیره و غیره، منتها من فهم می‌کنم این آلترناتیو
که ما یه دولتی رو پیدا کنیم که به زور باعث وادار کنه یه سری مردم این کارو بکنن، همون چیزی است که دوستان مطرح میکنن. باید یه دولتی رو پیدا کنیم که به زور مذهب رو از مردم بگیره. یعنی نهایت کار اینه که این دیکتاتوری لازمه، یعنی زورگویی لازمه در پشت این. واسه همین فکر میکنم این کار، یعنی به زور مذهب رو از مردم گرفتن، درست مثل به زور به مردم مذهب دادنه. این دو تا پدیده با همدیگه فرقی نمیکنن. مرسی از حوصلتون، من مایکو آزاد میکنم تا صحبتهای بعدی.